امام بزرگوار ما آمریکا را شیطان بزرگ نامگذاری کردند. یعنی چه؟ شیطان یعنی چه؟ شیطان اون موجودی است، اون عنصری است که همه انسان‌های دیندار و موحد عالم باید در مقابل او بایستند. این سیاست جمهوری اسلامی ایران بوده در 4 دهه گذشته. 40 سالی که 30 سالش به نام رهبری آیت الله خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، گره خورده. به نظر آقای خامنه‌ای، آمریکا همیشه برای جمهوری اسلامی نقشه‌ای در سر دارد. حتی در اوج مذاکرات برجامی. چرا تهدید میکنن؟ چرا غلط زیادی میکنن؟ میگه ما اگر چنین نشود، چنان نشود، ممکنه حمله نظامی به ایران بکنیم. اولا که غلط میکنید. از نظر آیت الله خامنه ای از همان اوایل انقلاب آمریکا یا قصد سرنگونی جمهوری اسلامی را داشته یا قصد تسلیم کردنش را. اگر ایران در مقابل آمریکا تسلیم میشد، جنگ زود تمام میشد. البته مصیبت سلطه آمریکا 100 برابر از مصیبت جنگ سخت‌تره. آیت الله خامنه‌ای درست مانند امروز از دهه ها پیش کشورهای منطقه را هم به صف‌کشی تشویق می‌کرد، در برابر آنچه کید ایالات متحده می‌خواند. آنها را وابسته، جمهوری اسلامی را مستقل و الگویی برای کشورهای منطقه توصیف می‌کرد. از جمله در این سخنرانی کمی پس از پایان جنگ ایران و عراق. چرا می‌خوان بین همسایه‌ها اختلاف بیندازن؟ چرا میخواهند برای توجیه حضور خودشون در خلیج فارس برادران رو با هم دشمن کنند؟ چرا میخواهند کشورهایی را که اگر با هم همدست باشند مشتی خواهند شد؟ او از همان روزهای اول همینی را می گفت که امروز بی تغییر، بی کم و کاست. حرف او سازش نکردن با آمریکا یا عنوان کلی ترش استکبار جهانی بود. مثلا اینجا در میانه جنگ ایران عراق در زمان ریاست جمهوری پس از دیدار با آیت الله خمینی. فرمودن به مردم بگو که بدونن هیچ گونه سازشی ما با استکبار جهانی نخواهیم. فرمودن جواب شیطنت‌های آمریکا را در خلیج فارس را هم خواهیم داد و فرمودند بدونید که انشاءالله پیروزی با ماست. در مسائل داخلی هم آیت الله خامنه‌ای در بسیاری از موارد مخالفت‌ها با خود را به گردن آمریکا می‌انداخت و می‌اندازد. از همان نخستین بارهایی که علیهش در خیابان شعار دادند، مثلا در جریان تظاهرات دانشجویان در تیر ماه 1378. پولی که مجلس آمریکا تصویب کرد که باید برای مبارزه با نظام ایران صرف بشود، این پول و چندین برابر این پول ها کجا مصرف شد؟ خب معلوم است برای همین جور طراحی ها مصرف می شود، شکی نیست. این دشمن ها بدانند خواب برگشتن آمریکا به این مملکت یک خواب پریشان و غیر قابل تعبیر است. البته آنچه آیت الله خامنه‌ای به زبان آورده همواره بیانگر آنی نبوده که در عمل اتفاق افتاده. نشان به نشان مذاکرات مخفیانه با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای در اوج تحریم‌ها در بهمن 1391. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه وقت ایران در مصاحبه‌های مختلفی در سال 1394 و با جزئیات توضیح داده در پی ارسال نامه‌ای از سلطان عمان به رهبر ایران برای مذاکره محرمانه با آمریکا، از اواسط سال 90 به آقای صالحی وزیر خارجه وقت مجوز داده شده بود که در 2 دور با آمریکایی‌ها گفتگو انجام شود. بعدتر اما در خلال مذاکرات برجامی آیت الله خامنه‌ای اصل مذاکره را نفی نکرد و علناً آن را نرمش قهرمانانه خواند. ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره نرمش قهرمانانه آیت الله خامنه‌ای نتیجه داد،
اما موقت. بعدن که آمریکای ترامپ از برجام بیرون رفت، آیت الله خامنه‌ای همانی شد که قبلا بود. بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل میکنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه میکنه. اظهارات دیروز آیت الله خامنه ای، او گفته که خود به دولت حسن روحانی اجازه داده تا در نیویورک به شرط لغو همه تحریم ها پذیرای آمریکا باشد. بودم خیلی خوب، اینا از خطایی که کردند از برجام خارج شدن برگردن، تحریم ها همه رو بردارن، بعد تو مجموعه برجام شرکت کنن. حرفی نداریم. بنده میدونستم نمیشه این. خب نشد، قبول نکردن. زخم 40 سالی اختلافات با آمریکا گرچه مزمن به نظر میرسد، اما در عرصه سیاست داخلی ایران همچنان تازه است. با سایه سنگین. علی همدانی، BBC.